خب یک سوال آمده است. سلام برادر کبیری، مهاجرین و در مجموع مردم تاجیک چیکار باید کرد تا از روسیه تاجیک استرداد نشود و به هر بهانه پوچ و بی‌معنی؟ بسیار سوال خوب دادید برادر عزیز. من قسما به این سوال شما جواب دادم در صحبتم و حالا چند نکته دیگر را تکرارن میگم. ببینید برادران عزیز، همون نام موضوع من چی بود؟ وقتی آن رسیده است که مردم امروز از قامتش را راست کنند. ما هنوز قامت خود را راست نکرده ایم. رحمانوف ملت را به زانو شنانده بود. ملت امروز فقط زانویش را یک کمتر راست کرد. ولی هنوز ما قامت خود را راست نکردیم. زانو را یک کمتر راست کردیم. الکای وضعیت عزت امان تغییر کرد. قامت ما را که راست کردیم، همه آن کسانی که در پشت ما و شما سوار شدن، چه در داخل تاجیکستان، چه در روسیه که سوال دادید که چی کار کنیم که دیگر از روسیه دیپورت نشون، شما قامتتان را راست کنید، هیچ کس در پشت شما سوار شده نمیتواند. هر کسی که در پشت شما سوار است خودش میافتد. اما امروز قامت ما و شما خم است و هر کسی هم که میخواهد میاد سوار میشود. از رحمانوف شروع کرده، والا رحمانوف که بالاترین است، تا وزیرهای قدرتی، تا پلکونیک، تا کگبشنیک، پرکرور و سود و میلیسیانیر و حتی رئیسان جماعت ها در داخل تاجیکستان امروز برای دادن یک سند، یک حجت بالای پشت مردم سوار شدند. برای چی؟ برای که ما پشت ما رو خم کردیم. در این پشت خمی ما میلیسیانیر روسیه هم سوار شده است، کارمند فمیس هم سوار هست، مقامات سعودی هم، کارفرمایای بازارها هم سوار شدن. مهاجری تاجیک ماها سالها کار میکنند، معاشی خوب نمیگیرد. وقتی آن رسیده است که دیگر قامت رو راست کنیم، اینا خودشان میافتند. قامت رو چگونه راست میکنیم؟ با عمل کردن، با صدایت رو بلند کردن که من تاجیکم، من تاجیکستانی هم، من انسانم، بالاخره میخواهم مثل دیگر ملت ها و دیگر کشورها زندگی کنم. شما از روزی که همین حرف رو زدن رو آغاز کنید، با صدای بلند، با قامت بلند در روسیه، در تاجیکستان، از روز دیگرش هم میلیسیانر روس ما و شما را احترام میکند، هم اون کروپسیانر ها و جلادان و خونخوار هایی در داخل تاجیکستان هستند. اگر بله، روزهای اول فشار میارن، لط و کوب میکنن، حتی احتمال دارن که چند نفر رو زندانی کنن و حتی به شهادت برسونن. ما به اینم هر روز در روسیه، در داخل تاجیکستان، ده ها صد ها نفر رو از دست داده ایستودیم، یا با خروب نظری حکومت، یا با مرگ و میره که در نتیجه این زدن و کفتن و در این حادثه که در روسیه میشود. ولی شهادت در مبارزه، در راه، این هم فخر است، هم بالاخره مردن حق است. مردن این روز یا فردا هممون میمیریم، اما سربلندانه مردن، به شهادت رسیدن و شهادتی که بعد از آن ملت تو، زنی تو، فرزندی تو، پدر و مادر تو زندگی صاحب کرامت خواهد داشت. با همین خواری هم مرده ایستادیم، در زندان ها پوسیده ایستادیم. پس وقتی آن رسیده است که قامت را راست بگیریم و بگویم که رحمانوف از پشت گردن من پایین فرا. اگر در داخل تاجیکستان ما این حرف را زده توانستیم، برادری عزیز، نامت را نمیدانم چی است، هر کی باشی، میلیسیانر روس حتما تو را احترام خواهد کرد. برای چی؟ میلیسیانر روس کارمند روسیه چچن را احترام میکند، آذربایجانی را احترام میکند، گرجی را احترام میکند، ازبک را، حتی قرقیز را احترام میکند. برای چی نسبت تاجیک این را روا میبیند؟ برای آنکه ما و شما در داخل تاجیکستان از طرف رحمانوف ظلم میشویم، از طرف یتیموف و رمضان رحیمزاده ظلم میشویم. در آنجا خاموش هستیم. در آنجا که خاموش هستیم، در اینجا صدای ما را کسی نمیشنود. بنابر همین، حالا توصیه‌ای که پیشتر گفتم که برادری عزیز، باید وقتی آن رسیده است که برگردیم. چرا ما را باید دیپورت کنن؟ ما خودمون باید خودمون را دیپورت کنیم. یعنی هر مهاجر خودش را دیپورت کند به وطنش، برود به داخل کشورش، منتظر نشود که شما را دیپورت کنند.
بلد بگیرید همون پولی که جمع کردید با پدر و مادرتون برید از رحمانو در داخل کشور طلب کنید که برای من در همین جا جای کار پیدا کن. بعد ببینید که رحمانوف چی کار میکنند. اگر رحمانوف اون کارخانه هایی که در یک سال دو مراتبه لینته میبرند یک بار سروزیر یک بار خودش نه، بعد رحمانوف مجبور میشود که کارخانه واقعی سازد، زواد سازد، کارخانه سازد، راه دوشنبه خوجند را بپول کند، منپولی فروش گاز و بنزین و مواد خوراکا را از بین بردارد، بیزنسمین ها را تاجر ها را اجازه دید که همه مال وارد کنند، در تاجیکستان جای کار پیدا می شود، تجارت رونق می کند، مردم نفسی آزاد می کشند. شما هم نیاز دیگر به کار در روسیه نخواهید داشت. بنابراین توصیه من برادر عزیز این است که باید از خودمان شروع کنیم.